چند تکه فرش در فضای باز، قرآن کریم، شمع، آینه، گل و شیرنی، سفره عقدی ساده. مهمانان دانشجویان با همان تیپ ساده دانشجویی. مجلس مجلس ازدواج دانشجوییه، به رسم همه ازدواج‌های ساده مرسوم از این دست. اما آنچه جلای خاص به این محفل بخشیده، برگزاری اون در جوار مرقد مطهر شهدای گمنام و سرپراز دانشگاه تهرانه. آیا وکیلم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله. زینب بیاتی و محمد جواد سلوکی، دانشجویان دانشگاه تهران، با برگزاری مراسم عقد و ازدواجشون در این مکان معنوی خواستن بگن. اصلا چرا من بگم؟ بذار خودشون بگن. دوست داشتیم تو یه مکانی باشه که سرچشمه علم و دانشه، یکم کنار قبور شهدا که مظهر عیسی رو فداکاری هستن. امیدوارم بتونم یه ادامه دهنده راهشون باشم. رئیس دانشگاه تهران هم خودشو به این مراسم رسوند. انشالله این یک منشأی بشه برای بقیه دانشجویان ما که اینجا رو محلی و محلی قرار بدن برای پیوندهای خوب زناشویی. زندگی آگاهانه و هوشیارانه و با پاکترین. این سرمشقی است برای همه جوانهای ما که بدانن این گونه هم میشه زندگی رو آغاز کرد. و متبرک کردن این ازدواج با هدیه کلام الله مجید. اگه ازدواج کردید که حتما میدونید، اگر هم ازدواج نکردید حتما دیدید که در مجالس عقد و عروسی شاهدهای حضور دارند. شاهد ازدواج آسمانی امروز هم شهدا بودند.